برنامه میراث خراسان. دوستان، آمدیم به خیابان هرات تا یکی از شخصیت ها مفاخر علمی هرات را به شما دوستداران برنامه میراث خراسان در این برنامه معرفی بگیریم. یقینا مناره ها و خیابان هرات را همگی شما آشنایی دارین که در اینجا روزگاری به خصوص در دوران تیموریان محل و زادگاه شخصیت ها مفاخر علمی بوده که در خیابان هرات دفن شدن و زیارتگاه عموم مردم هرات بوده و شهرت عام و خاص داره. امروز آمدیم تا یک تن از مفاخر و مشایخ هرات رو به شما دوستداران عزیز برنامه میراث خراسان به معرفی بگیریم که این شخصیت علمی تاریخ هرات ابو عبدالله محمد ابن عمر رازی، مشهور به امام فخر دین محمد رازیه که در خیابان هرات مقبره از اونا وجود داره و همچنین بارگاه عظیمی که در کنار مقبره حضرت شیخ الاسلام امام فخرالدین محمد رازی ساخته شده پیرامون از او هم به شما دوستداران برنامه میراث خراسان معلومات ارائه بکنیم. یقیناً که مفاخر هرات و همچنین بناهایی که در اطراف ای زیارت ها و ای مفاخر ساخته شده جز تاریخ هرات محسوب میشه و به این دلیل به تاریخ پرداختن به تاریخ از اینا و همچنین آشنایی با زندگی نامه از اینا جز مکلفیت های شهروندی ما محسوب میشه. به این اساس در این برنامه میخواییم به زندگی نامه حضرت امام فخرالدین محمد رازی بپردازیم و همچنین به بناهایی که در اطراف زیارت از اینا ساخته شده و در کدام مقطع زمانی و به اساس کدام روایت و کدام مستندات تاریخی این بناها ساخته شده با کدام دوره. میپردازیم به بناهای اطراف مقبره حضرت امام فخرالدین محمد رازی. امام فخرالدین محمد رازی در 25 رمضان سال 543 هجری قمری در شهر ری متولد میشن. در پیرامون زندگی نامه خود حضرت امام فخرالدین محمد رازی درج شده مورخین که پدر از اینا خطیب شهر ری بودن و بعد از اینکه در به سن 7 سالگی به هرات میان و چون هرات بستر مناسبی میبینن برای آموختن علوم دینی، در اینجا نزد استادان زبردست مشغول به آموختن علوم دینی میشن و در اکثر شهرهای خراسان بزرگ در اونجا میپردازن به نزد استادان جیده برای کسب علم و آموزش و اینا، تا بالاخره در زمان حکومت سلطان محمد خوارزمشاه چون خود حضرت امام فخرالدین محمد رازی مفسری بوده کوشا و نزد نظر به علم فلسفه پیشتر بحث و پیشتر نزد استادا سوال خلق میکردن و به اساس اکثر از دانشمندان هم و عصر زمان حضرت امام فخرالدین محمد رازی به نام امام الشکاکین یا امام المشککین هم یاد میکردن، چون تا بحث فلسفی تا به مو منطق کامل نمی رسیدن او بحث رها نمی کردن و مجبور بودن استادان زبردست همو عصر و زمان بپردازن به ای که جواب ارائه بکنن برای سوالات حضرت امام فخرالدین محمد رازی. حضرت امام فخرالدین محمد رازی مفسری بودن و نامدار کوشا و همچنین فقیه نامداری بودن که در او عصر و زمان سلطان محمد خوارزمشاه یک از کسایی بوده که حضرت امام فخرالدین محمد رازی پیشتر مورد احترام و عزت نبوده. به این اساس در زمانی که سلطان غیاث‌الدین غوری و سلطان شهاب‌الدین غوری بر حرکه قدرت تکیه میزنن، لقب شیخ الاسلام را عطا میکنن به حضرت امام فخرالدین محمد رازی و نظر به شواهد تاریخی و همچنین کتاباتی که در او عصر زمان نگاشته شده، مسجد جامع بزرگ هرات و همچنین مدرسه‌ای که در کنار مسجد جامع ساخته شده بوده حضرت سلطان غیاث‌الدین غوری برای حضرت امام فخرالدین رازی می‌سازه و بر اساس مشوره از اینا مسجد جامع هرات سنگ تعداب از او در عصر سلطان غیاث‌الدین غوری با وسعت که هم اکنون وجود داره ساخته میشه و نزد خود حضرت سلطان غیاث‌الدین غوری اینا منزلت و احترام خاص داشتن. خود حضرت
امام فخرالدین محمد رضی در سال 606 هجری قمری وفات میکنند و دقیقا در خیابان هرات جایی که به نام کوه یا گذر مازداخان یاد میشه با خاک سپرده میشن. روایت است در خلاصه الاخبار میرخان یک از مورخین مشهور است تیموریان نگاشته که در اینجای زمانی که آل کرد بر علیه قدرت که میزنن بعد از حمله چنگیز مغول و خرابیایی که به وجود میه در اینجای بارگاه عظیم میسازن و در خلاصه الاخبار از بارگاه زیارت امام فخرالدین محمد رضی درج و روایت میکنه که امروز آمدیم تا شواهد تاریخی از دوره‌های مختلف را پیدا کنیم و به شما دوستداران عزیز برنامه میراث خراسان نشان بدیم. در خود رساله مزارات هرات همچنین ذکر شده که زمانی که خود تیموری‌ها بر علیه قدرت تکیه می‌زنند سلطان حسین بایقرا و وزیر از او امیر کبیر علیشیر نوایی در خود بارگاه امام فخرالدین محمد رضی امارت عظیم می سازند و این امارت عظیم در سال 912 تا 916 هجری قمری زمانی که صفوی ها و همچنین شیبانی ها به این شهر حمله می کنند به کلی ویران می شه و از او امارت عظیم خود امیر کبیر علیشیر نوایی در این جیب هیچ گونه آثار باقی نمی مانه. در طول دوران حکومت صفوی ها تا عصر معاصر بارگاه امام فخرالدین محمد رضی به شکل ویرانه باقی میمانه تا ای که در سالهای 13-20 هجری قمری شخص خیر به نام حاجی آدم خان همت به خرج میده و در اینجا دوباره بارگاه امام فخرالدین محمد رضی معجر میکنن و دوباره سر از نو میسازن و همچنین در پهلوی از این بارگاه حضرت امام فخرالدین محمد رضی مسجد و مدرسه و کتابخانه میسازن و طلاب در اینجا به آموختن و آموزش علوم دینی میپردازن. در داخل خود معجر زیارت امام فخرالدین محمد رضی نظر به مستندات تاریخی و روایت هایی که درج شده شخصیت های علمی دیگه هم هستند وجود دارند که پیرامون هر یک از اینا با شما دوستداران برنامه میراث خراسان معلومات ارائه خواهیم کرد. در داخل معجر زیارت امام فخرالدین محمد رضی چندین صورت قبر دیگه هم مشاهده میشه که در نظر به تحقیقات پژوهشگران و همچنین کتب تاریخی روایت های مختلفی آمده، از جمله خاک شمس الدین محمد طبسی شاعری بوده که و قاضی که در سال 624 هجری قمری وفات میکنه در داخل خود از این معجر و معجر امام فخرالدین محمد رضی به خاک سپرده میشه. خاک ضیاءالدین خجندی در سال 622 هجری قمری اونا هم در داخل از این معجر به خاک میسپرن و ضیاءالدین خجندی شاگرد حضرت امام فخرالدین محمد رضی بوده. خاک کمال الدین عبدالرازق سمرقندی هم در داخل خود از این معجر اشاره شده که متاسفانه هیچ گونه لوح و کتیبه ای از صورت قبر از اونا وجود نداره. پدر اینا قاضی و پیشنمازی بوده در اردو و ارتش شاهرخ میرزا زمانی که شاهرخ میرزا بر علیه قدرت در ایران تکیه میزنه. عبدالرازق سمرقندی یکی از دانشمندانی بوده که در خود حکومت شاهرخ میرزا مورد احترام خاص بوده. عبدالقهار سمرقندی برادر عبدالرازق سمرقندی هم در داخل از این معجر زیارت امام فخرالدین رضی به خاک سپرده شده که متاسفانه لوح و کتیبه ای از اونها هم وجود نداره و همچنان خاک فیروزه بیگم والده سلطان حسین بایقرا هم نظر به روایت هایی که شده در سمت شمال شرق زیارت امام فخر رضی متاسفانه که کتیبه و سنگ صندوقی مقبره فیروزه بیگم والده سلطان حسین بایقرا هم در این معجر وجود نداره. مولانا حاجی محمد فرعی صاحب معراج النبوه بوده در سال 860 هجری قمری وفات میکنه و دقیقا در سمت شمال خود بنای مسجد معجر از اونها در زمان عبدالله خان ملکیار
دوباره ساخته میشه و لوح کتیبه هم در اونجا درج میشه. اخیرا در داخل خود از این معجر زیارت امام فخرالدین محمد رضی، شخصیت علمی هرات مرحوم سید محمد عمر شهید در اینجا به خاک سپرده شدن که از جمله عارفان رحمانی و شخصیت های علمی هرات بودن و در سال 1397 وفات کردن و در داخل از این معجر به خاک سپرده شدن. خداوند همگی بزرگان عرصه دین و دینداری مورد رحمت خود قرار بده و دعا می فرستیم بر روی پرفتوی همه بزرگان دین و دینداری. در رابطه به زندگی نامه حضرت امام فخرالدین محمد رضی محمد حسن علی الاماری در کتاب مشهور خود فشرده از زندگی نامه حضرت امام فخرالدین رضی، تصنیفات حضرت امام فخرالدین رضی به 200 کتاب ذکر میکنند که 81 کتاب از اون در داخل خود ای کتاب فشرده از زندگی نامه حضرت امام فخرالدین رضی روایت میکنند. از جمله مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر حضرت امام فخرالدین محمد رضی از جمله تفاسیر معتبر جهان اسلام شمرده میشه که در 12 جلد با قلم خود حضرت امام فخرالدین محمد رضی نوشته شده بوده و دستنویس خود حضرت امام فخرالدین محمد رضیه. همچنین حضرت امام فخرالدین محمد رضی چون نویسنده و عالم و فقیه نامداری بوده، روایات و اشعاری از اونا بیادگار مانده. در آخر عمر خود زمانی که مریض میشن و در اونجا یک ربایی از اونا تا به امروز حتی در کتاب رساله مزارات هم درج شده هست، وجود داره که گفته بودن هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مانده ز اسرار که مفهوم نشد. 72 علم درس خوندم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. ای بیت ربایی در کتاب رساله مزارات منصوب به حضرت امام فخرالدین محمد رضیه که شما دوستداران برنامه میراث خراسان به زندگی از اونا آشنایی کامل پیدا کردیم. میپردازیم به ساختمان خود زیارت حضرت امام فخرالدین محمد رضی و همچنین سازه هایی که در سمت غرب خود از این معجر ساخته شده که در کدام دوره و کدام زمان اینا ساخته و بازسازی شده تا بیشتر شما دوستداران برنامه میراث خراسان آگاهی پیدا کنید به کل بنای حضرت زیارت حضرت امام فخرالدین محمد رضی. دقیقا در سمت غرب خود زیارت امام فخرالدین محمد رضی ساختمان عظیم خشتی میبینیم که تاریخ ازی برمیگرده به سالهای 1328 هجری شمسی. حاجی آدم خان یکی از تاجرین خیر هرات اقدام میکنه به ساختن زیارت امام فخرالدین محمد رضی و در پهلوی ازی که خود معجر زیارت امام فخرالدین محمد رضی میسازه بنای در سمت غرب خود زیارت میسازه که شامل بوده بر ایوان بزرگ و همچنین دو اتاق برای طالب العلمان که در اینجا مصروف و آموختن علوم دینی بودند. زمان که عبدالله خان ملکیار بر ارکه قدرت تکیه میزنه و عمرانات و بازسازی آبده های شهر هرات روی دست گرفته میشه، اسماعیل مهندس یکی از مهندسین خود عبدالله خان ملکیار طرح عمار مجدد آرامگاه حضرت امام فخرالدین محمد رضی روی دست میگیره و در اون سال بنای عظیم خشتی طوری که شما در تصویر هم میبینین که عبارت از ایوان بزرگ خشتی باشه ساخته میشه و این تر روی دست گرفته میشه. متاسفانه دو سال کار از این نیمه تمام میمانه و بعد از اون دوباره به پای اکمال میرسه. ما مزین میشه با کاشی های معرق هفرنگی و کاشی های سنتی. در سالهای 1357 با کودتایی که در افغانستان صورت میگیره این ساختمان عظیم خشتی از بین میره و حتی خود بارگاه و معجر زیارت امام فخرالدین محمد رضی هم به کلی ویرانه میشه، تا اینکه در سالهای 1371 توسط اداره حفظ و ترمیم آبدهای تاریخی طرح عمار مجدد زیارت امام فخرالدین محمد رضی روی دست گرفته میشه
و دوباره سر از نو خود ایوان بزرگ زیارت امام فخرالدین محمد رضی بازسازی میکنند. ولی از کتیبه ها و کاشی هایی که در نمای این بنای عظیم خشتی کار گرفته شده بوده هیچ آثار باقی نمیمانه و مرحوم عبدالرؤوف فکری سلجوقی هم تعریف میکنه که در بارگاه و همچنین ایوان بزرگ زیارت امام فخرالدین محمد رضی کتیبه های از کاشی کار شده بوده و همچنین روایات از خود امام فخرالدین محمد رضی که متاسفانه هیچ گونه آثار از او کاشی ها و کتیبه ها امروز در این بنا وجود نداره. با سبک معماری اصیل هرات بنا در سالهای 1371 روی دست گرفته میشه، ساخته میشه و متاسفانه کار از این نیمه کاری باقی میمانه. هیچ گونه کتیبه کاشی در دیوارها از این کار نشده که امیدواریم که در سالیان پیش رو طرح بازسازی و احیای مجدد از این با کتیبه ها و روایات امام فخرالدین محمد رضی دوباره ساخته بشه و در دیوارهای از این ما شاهد باشیم. قسمت های داخلی این بنا را میبینیم تا کدام دیوارها و سازهای قدیمی را به شما نشان بدیم و کدام بخش های جدید این ساختمانه. ساختمان سمت غرب زیارت امام فخرالدین محمد رضی طوری که در تصویر هم شما دوستان میبینین، ایوان با همو شیوهی که پیش از انقلاب یعنی دقیقا در زمان عبدالله خان ملکیار ساخته شده بوده با همو شیوه دوباره ساخته شده و در سالهای 1371 و طوری که در سجل اداره حفظ و ترمیم آبدان تاریخی درج شده معماران زبردست و اصیل هرات آمدن و پس دوباره این ساختمان از زیر آوار جنگ و ایرانی ها دوباره کشیدن و بازسازی کردن. در قسمت آخری ایوان خشتی طوری که میبینیم هم قسمت های از مشترک بندی ها کار شده با همون شیوه اصیل قدیمی هرات و کار از این نیمه کاره باقی مانده. مرحوم عبدالرؤوف فکری سلجوقی در رابطه به خود از این ساختمان مفسرن تشریح کرده در کتاب خیابان هرات و آمده که در داخل خود از این ساختمان و در نمای بیرون از این طوری که قبلا هم ذکر کردم کاشی های معرق وجود داشته و کتیبه هایی که مزین بوده با اشعار خود امام فخرالدین محمد رضی. در داخل خود از ایوان خشتی بیت روایی از حضرت امام فخرالدین محمد رضی درج بوده که قسمت های از او مرحوم عبدالرؤوف فکری سلجوقی در سمت غرب زیارت پیدا کرده بوده و در کتاب رساله خیابان هرات پیرامون از او درج کرده و اومده که در بالای سر محراب در اونجا در داخل تاق ایوان خود سمت غرب زیارت نوشته بوده بیتی که منسوبه به امام فخرالدین محمد رضی: اگر دشمن نسازد با تو ای دوست، تو می باید که با دشمن بسازی. اگر رنجی رسد مخروش و مخراش، توکر کن به لطف بینیازی. وگر نه چند روزی صف فرمان، نه او ماند نه تو نه فخر رازی. قسمتی از کتیبه کاشی که همین بیت که اشاره کردم در داخل از او نوشته بوده با کاشی معرق در بیرون از این ساختمان مرحوم عبدالرؤوف فکری سلجوقی پیدا کرده بوده و خوشبختانه او کتیبه در مخزن و دیپوی اداره حفظ و ترمیم و آبدان تاریخی جابجا شده بوده طوری که اشاره شده. بله دوستان عزیز برنامه میراث خراسان، معرفی زیارت امام فخرالدین محمد رضی در اینجا به پایان رسید. تا معرفی یک دیگر از بناهای تاریخی شهر قدیم هرات شما دوستان عزیز برنامه میراث خراسان رو به خداوند کریم می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.